مقام های ارشد امارت اسلامی در مراسم گرامی داشت از این روز در کابل میگویند افغانستان تنها کشور است که در یک قرن سه امپراتوری بزرگ دنیا را شکست داده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزیران، در این برنامه میگوید که وضعیت افغانستان از زمان حاکمیت دو ساله امارت اسلامی برای کشورهای متجاوز قابل قبول نبوده است. همزمان مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس وزیران، میگوید از روز استقلال در کشور در حال بزرگداشت می شود که به گفته او اکنون افغانستان یک کشور آزاد، مستقل و دارای امنیت کامل می باشد. صفی ناصری به جزئیات این گزارش پرداخته است. بزرگداشت از 28 اسد 104مین سال روز استرداد استقلال کشور. مقام های ارشد امارت اسلامی در مراسم گرامی داشت از این روز میگویند افغانستان تنها کشور است که در یک صده سی امپراتوری بزرگ دنیا را شکست داده است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس وزیران، در این مراسم میگوید که وضعیت افغانستان از زمان حاکمیت دو ساله امارت اسلامی برای کشورهای متجاوز قابل قبول نبوده است. دست از دوی دورجی طبعا چکم در سیمی ملکونه یا کم نور ملکونه چواز پشکاره یا پپته در افغانستان دغه پتوحات چواز مش قرار پکشله رو تقریبا چه دو کاله دادی تیرسوی دی اگو تا دزغمول وار نده دست یو حالت کی المنزو چه کاملا محیواد ازاد او پا دا یوا پیری کی دری امپراتوری نسکوری کړی دی او جهاد ورسره سوی او مقابله ورسره سوی ده دا دوامدار ولری او ان شاء الله تعالی چې امید لرو عزم لرو چې دا ازادي بساتو. در همین حال مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس وزیران، هم میگوید از روز استقلال در کشور در حال بزرگداشت می شود که به گفته او افغانستان اکنون یک کشور آزاد، مستقل و دارای امنیت کامل می باشد. دو خوشحالی خبر داده چه سه کال مقتصی اتویشتم دی اسد پا دست حالات کلمانزو چه پا افغانستان بند اسلامی نظام حاکم دی بش پر امنیت وجود لری الحمدلله د افغانستان مسلمان ملت د اسلامی نظام د سیوری لاندې د پوره امنیت د سیوری لاندې خپله زندگی مخ وړاندې وړي. لاسته راغلې ازادي به ساتل کیږي، د دې هیواد او هیوادوالو ارمانونه به ساتل کیږي، او د هیواد د ترقۍ او د آبادۍ او د ښې دفاع لپاره به کار کیږي. از سوی هم شماری از مقام های ارشد امارت اسلامی میگویند هر زمانی که کشورها به افغانستان حمله کردند با مشت آهنین مردم افغانستان بیرون رانده شدند. به گفته آنان امارت اسلامی در حال حاضر بیش از 400 هزار نیروی امنیتی دارد که در تاریخ افغانستان هیچ حکومت چنین نیرو نداشته است. که افغانستان از طرف اشغالگران مورد تاخت و تاز قرار گرفته است، ملت غیور و دلیر افغانستان در برابر اشغالگران با مشت آهنین جواب دادند و اشغالگران را در حالت رسوایی از سرزمین خود بیرون راندند. الحمدلله یو قوت خود تیار سوی لکه مخ که رون سویلی لچلور لکون زیاد الحمدلله امنیتی اسلامی دموګه سرتیری دی الحمدلله. دا په تاریخ دی افغانستان کې دومره کچتا دی افغانستان اردو، دی افغانستان پولیس، دی افغانستان استخبارات دومره اندازه نه دی جوړ شوی الحمدلله. در 28 اسد 1298 امان الله شاه جوان استقلال افغانستان را از بریتانیای کبیر گرفت و رمق آزادی و پیشرفت و افغانستان دمید. بریتانیا با هزینه سنگین و تلفات نظامی زیاد مجبور به قرارداد 1919 افغانستان بریتانیا شد. 28 اسد 104مین سال روز استرداد استقلال کشور اینجا در وزارت دفاع به گونه پررنگ گرامی داشت شد و این منار به نام منار آزادی مسمی شد. صفی الله ناصری، تلویزیون 1، وزارت دفاع.